در حالی که اکثر قانونگذاران جمهوری خواه کنگره آمریکا اعلام کردند که در بودجه پیشنهادی جدید هزینه های دولت را به شدت کاهش خواهند داد، پرزیدنت براک اوباما روز گذشته در دفاع از لایحه بودجه فدرال سال 2012 کشور هشدار داد که در اوضاع کنونی کاهش شدید بودجه بازسازی اقتصاد شکننده آمریکا را به مخاطره خواهد انداخت. در خبر دیگر، بازار بورس آلمان و نیویورک روز گذشته اعلام کردند که در مورد ادغام این دو بازار به توافق رسیدند. به موجب این توافق، بازار بورس آلمان 60% سهام بازار بورس نیویورک را به مبلغ 10,200,000,000 دلار خریداری کرده که از نقطه نظر درآمد و سود خالص بزرگترین بازار بورس جهان را تشکیل خواهد داد. ادغام این دو بازار با واکنش منفی اکثر شهروندان نیویورک و خریداران سهام در بازارهای بورس نیویورک و فرانکفورت روبرو شد و از ارزش سهام این دو شرکت به شدت کاسته شد. یکی از شهروندان نیویورک گفت که تا چند سال پیش بازار بورس سهام نیویورک صرفاً محلی برای داد و ستد سهام بود و تصور نمی‌شد که برای فروش در نظر گرفته شود. ولی اخیراً این بازار نیز مانند کالاهای دیگر برای ایجاد سود خرید و فروش می‌شود. و اما در آسیا، مقامات هند و ژاپن روز چهارشنبه قرارداد بازار آزاد بین دو کشور را به امضا رساندند. مقامات دو کشور میگویند که این قرارداد ظرف 10 سال آینده مبادلات تجاری بین دو کشور را به 10 برابر افزایش و بیش از 94% تعرفه‌های گمرکی بین دو کشور را از میان خواهد برد. و سرانجام در خبر دیگر، دولت نظامی موقت مصر میراث‌بر یک اقتصاد ورشکسته شده است. قیام افتخارآمیز مردم مصر علاوه بر صدمات عمده‌ای که به مردم فقیر وارد آورده، به صنعت توریسم این کشور نیز صدمات عمده‌ای وارد آورده است که 11% و همراه با کارهای خدماتی دیگر 50% اقتصاد مصر را تشکیل می‌دهند. صنعت توریستی مصر روزانه از صدها میلیون درآمد خود محروم شده است و این در حالی است که موجی از اعتصابات از جمله اعتصاب کارکنان بانک‌ها مصر را فرا گرفته و بانک‌های این کشور دست کم تا روز یکشنبه آینده بسته خواهند بود. کوروش نادری، صدای آمریکا، واشنگتن.